واحد چهار، مسکن در کانادا انواع بسیار متفاوتی از مسکن وجود دارد. این مهم است که شما انواع جاهایی را که می توانید پس از ورود به کانادا در آنها اقامت کنید و چگونگی پیدا کردن یک محل اقامت دائمی را بدانید. پیش از ورود، سازمان با بودجه دولتی یا حامیان شما سخت تلاش خواهند کرد که محلی برای اقامت شما پیدا کنند. بسته به اینکه مسکن برای اقامت دائم در شهر شما موجود باشد یا خیر، شما ممکن است مجبور شوید چند هفته ای را در یک محل اقامت موقت سپری کنید تا جایی برای اقامت دائم شما پیدا شود. زمانی که در محل اقامت موقتی خود میمانید، این اهمیت دارد که از مقررات پیروی کرده، محل را تمیز و در شرایط خوب نگه دارید و مزاحم دیگران نشوید. به محض اینکه یک مسکن دائم مناسب پیدا شود، شما از محل اقامت موقت خود به خانه دائمی خود نقل مکان خواهید کرد. سازمان با بودجه دولتی یا حامیان شما به شما کمک خواهند کرد تا تعداد محدودی از گزینه هایی که متناسب با نیازهای اولیه و بودجه شما باشد را پیدا کنید. آنها همچنین به شما در مبلمان و تجهیز خانه جدید و تهیه برخی از لوازم خانگی اولیه کمک خواهند کرد. به انواع مختلف مسکنهای دائمی در کانادا نگاه کنید مجتمع آپارتمانی آپارتمانها واحدهای مسکونی در داخل یک ساختمان هستند هر طبقه از ساختمان میتواند چندین آپارتمان داشته باشد آنها معمولا یک تا سه اتاق خواب دارند و پیدا کردن آپارتمانهای خوابه یا بیشتر مشکلتر بوده و گرانتر است چهار نوع مختلف آپارتمان وجود دارد ساختمان های آپارتمانی کوتاه که چندان بلند نبوده و معمولا آسانسور نداشته و فقط پله دارند. ساختمان های آپارتمانی بلند که مرتفع بوده و معمولا در شهرهای بزرگتر دیده می شوند. این ساختمان ها پله و آسانسور دارند. آپارتمان های طبقه دوم در بالای یک مغازه یا یک رستوران واقع شده و ممکن است ارزانتر از آپارتمان های واقع در ساختمان های کوتاه یا بلند باشند. آپارتمان های زیرزمین در کانادا متداول است. این آپارتمان ها نسبتاً زیر همکف واقع شده و پنجره های کوچکی دارند که از آنجا نور می گیرند. آپارتمان های زیرزمین اغلب ارزانتر هستند. خانه ها می توانند خانواده های بزرگتر را در خود جای دهند. انواع خانه ها عبارتند از خانه های مجزا و منفرد که خانه هایی هستند که به طور مستقل واقع شده اند. اغلب فقط یک خانواده می تواند در آنها ساکن شود. خرید یا اجاره این نوع از خانه ها می تواند گران باشد. خانه ها همچنین می توانند چسبیده به هم باشند، بدین معنی که چندین خانه کنار به کنار هم قرار گرفتند. هر خانه در ورودی خود را دارد، اما یکی از دیوارهای آن با خانه کناری مشترک است. این خانه ها می توانند به مالکیت یا اجاره افراد مختلفی درآیند. انواع دیگری از مسکن دائم نیز وجود دارند. خانه های با دسترسی آسان برای افراد دارای مشکلات حرکتی و نیازهای خاص مراقبتی در نظر گرفته شده اند. خانه های شراکتی توسط دو یا چند نفر اجاره می شوند که به طور مشترک از یک محل زندگی استفاده می کنند. معمولا هر کدام از آنها یک اتاق خواب جداگانه داشته و بخشی از اجاره خانه را میپردازد. پیدا کردن مسکن ارزان قیمت در کانادا مشکل است. گزینه های مسکن ممکن است محدود باشد. محل، قیمت و اندازه مسکن سه عامل مهم هستند که هنگام اجاره محلی برای اقامت دائم باید در نظر گرفته شوند. همچنین به خاطر داشته باشید که پیدا کردن خانه برای خانواده های بزرگ دشوار است. تعداد افرادی که می توانند با هم در یک خانه زندگی کنند محدود است. این اطلاعات را زمانی که در خانه جدید خود در کانادا مستقر می شوید به خاطر داشته باشید. سازمان با بودجه دولتی یا حامیان شما در یافتن محل اقامت دائمی به شما کمک خواهند کرد.